تأکید دکتر عبدالله عبدالله بر یک راهکار مؤثر منطقه‌ای در امر مبارزه با توریسم. آقای دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان تأکید کرد که منطقه با یک استراتژی مؤثر در راستای مبارزه با توریسم نیاز دارد. دکتر عبدالله عبدالله گفت که در حالی که ما بر روند صلح از طریق گفتگوها و مذاکره متعهد هستیم، به این باوریم که منطقه ما با اتخاذ یک استراتژی مؤثر مقابله با دهشت افغانی به عنوان یک نیاز فوری برای برخورد با تهدیدات روبرو بیشتر نیاز دارند. در این حال آقای عبدالله تاکید کرد که پدیده تروریسم در پالوزیک افغانستان را تهدید میکنه، کشورهای منطقه را هم تهدید میکنه و بیشتر روی اجماع منطقه‌ای تاکید کرد. امسال در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در پهلوی مسائل امنیتی بررسی ده ها سند درباره مسائل چون افزایش همکاری‌های سودمند، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، گسترش روابط در زمینه حمل و نقل، انرژی، صنعت و ده ها مورد دیگر بود که روی از او بحث صورت گرفت. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم آقایان بصیر احمد یوسفی، استاد دانشگاه، آقای عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر و همچنان آقای دکتر عبدالبصیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای سالنگی، با شما آغاز میکنیم. با این که نقش کشورهای منطقه در مسئله قضیه افغانستان خیلی پررنگ شده و دیگه آخر شما می‌بینید پس از اینکه گفتگوهای آمریکا با طالبان در اون دور آغاز شد، در نو دوره کشورهای منطقه نقش در مسائل صلح افغانستان داشت و پس از اینکه متوقف شد، یک بار دیگر در نشست در مسکو نشست صورت گرفت و قرار در چین هم یک نشست صورت بگیره. چقدر باورمند بر این هستین که کشورهای عضو شانگهای بتونه که افغانستان در مسائل امنیتی به معنای واقعی کمک بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام احترام خدمت شما مهمانان عزیز، همکاران شما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید. خب اگر ما فرض بر این بگیریم که ایالات متحده آمریکا به اصطلاح حلال مشکلات افغانستان با توجه به نقشش در قضای افغانستان و با توجه به سهمش در تمویل و تجهیز و همینطور حمایت از دولت افغانستان باشه، خب خیلی به سادگی میتونیم نتیجه بگیریم که کشورهای عضو شانگهای نمیتونن نقش پررنگی در زمینه داشته باشن. با چند دلیل. دلیل اول اینکه ایالات متحده آمریکا با کشورهای که هسته مرکزی شانگهای تشکیل میدن مانند روسیه و چین راهکارها و همینطور استراتژیهای متفاوتی نسبت به حل قضیه افغانستان چه از طریق جنگ و چه از طریق مذاکره داره. یک مسئله. مسئله دومی که کشورهای اعضای شانگهای علیرغم از اینکه ما در ظاهر میبینیم که یک انسجامی دارن در دور یک میز در شانگهای جمع میشن، ولی هر کدام تمایلات منطقه‌ای جداگانه‌ای دارن. حتی نگاهشان به تروریسم و طالب متفاوت است. چینایی‌ها یک نگاهی به طالب دارن و به تروریسم، یعنی یک تعریفی از طالب دارن، یک تعریفی از تروریسم. روس‌ها هم یک تعریف دیگری پیدا کردن از طالب و از تروریسم. کشورهای آسیای مرکزی هم که در یک حالت به اصطلاح رخوت به سر می‌برن و تقریبا نقش فعال ندارن، چون بازم خودشان توریسم افغانستان در خود افغانستان خفه شده و تنها مشکلی که به اینا خلق کرده امکان داره راهشان را به طرف جنوب مسدود کرده باشه. این دلیل دیگر. دلیل سومی که دولت افغانستان توانایی آنچنانی را نداره که بتونه یک زمینه ایجاد بکنه که بین آمریکایی ها به عنوان بزرگترین طرف در قضیه افغانستان و کشورهای منطقه به عنوان احتمالاً متضررین منطقه و چی قضیه و همینطور کشورهایی را که نزدیک افغانستان هستند و از تبعات مشکلات در افغانستان به اصطلاح متاثر میشن، یک زمینه همگرای ایجاد بکنه. یعنی توانایی افغانستان در دیپلماسی و در اعمال به اصطلاح نفوذ بر طرف ها خیلی ضعیف است. از این جهت ما نمیتونیم این اجماع ظاهرا شکل گرفته و اصلا در حال شکل گیری است. شما میبینید که پس از اینکه مذاکرات متوقف شد، قدرت های بزرگ این منطقه و قدرت های جهان آمدن در مسکو نشست کردند و بر آغاز فوری مذاکرات آمریکا با گروه طالبان تاکید کردند. به این باور هستن که حکومت افغانستان بتونه از این فرصت ها استفاده بکنه. در پالوی خودش توانمندی نداره. این وضعیت شکل گرفته، از وضعیت شکل گرفته بتونه استفاده بکنه. ببینید، ما خود وضعیت شکل گرفته مورد اعتبار و اعتماد نیست، چون
یک وضعیت بنیادین است. یعنی ما بین امریکایی ها و روس ها و چینایی ها یک همگرایی بنیادین در خصوص مسئله افغانستان نمیبینیم. استراتژی که امریکا نسبت به افغانستان دارن یک استراتژی کاملا دلبخواهی و انحصاری است و خودشان استراتژی را میریزن، خودشان دنبال میکنن، راهکارش را میسنجن و حتی چیزی را که به اصطلاح در او به دست بیارن اونا را هم کاملا شخصی است که برای امریکا. در این نشست قطر ما دیدیم که طرف ها حضور نداشتن، ولی این حضور نداشتنشون به معنای این نیست که مخالفت کرده باشن. من عرض میکنم کوتاه که مخالفتشون عدم مخالفتشون از روی چی بوده باشه. روس ها هم یک مسیر جداگانه، یک پلتفرم جداگانه را تلاش کردند که در خصوص قضیه افغانستان بگوشن که با توجه به نقش ضعیفشان در قضیه و سهمشان در مسئله افغانستان نتونستن او را به سرانجام برسانن. ولی ناگزیری اینا از این که حمایت میکنن از امریکا، از پروسه صلح امریکا، فقط در حیث که تنها امریکا میتوانه این قضیه را حل بکند. چی از طریق جنگ؟ البته حلش از طریق جنگ تقریبا غیر قابل پیش بینی است، ولی از طریق مذاکره احتمالش خیلی زیاد است که امریکا بتونن با مشکل کلان که طالب باشه کنار بیان. چون مشکل کلان که طالب هست با روسا و با چینایی خیلی مشکل نداره. یعنی اگر طالب بتونه با امریکا به اصطلاح چی شود مشکلش حل شود، به این معنی است که روسیه و چین هم از قضیه افغانستان در امان میمانند. صرفا میمونه بس تروریسمی که تعریف متفاوتی دارن از داعش و سایر گروهایی که مثلا گروهایی که در آسیای مرکزی فعال هستند و در افغانستان حضور دارند، پایگاه دارند تا حدودی بسیار البته ضعیف، و همینطور گروهایی که در سینکیانگ چین جدای طلب هستند، اونا در افغانستان گفته میشه که نفر دارن اینجا به اصطلاح پایگاهی دارن، همینطور گروهایی که مخالف دولت روسیه هستند چین. اینا تروریسمی هستند که آمریکایی ها نسبت به اونا نگاه متفاوتی دارن نسبت به اینا. باز در اینجا راه اینا متفاوت میشه. از جد ما نمیتونیم بگیم که واقعا اون انسجامی که شما فرمودید یک انسجام ظاهری است، ولی انسجام بنیادی نیست که بتونه واقعا برای حل مسئله کمک بکنه. آقای یوسفی، دید شما در پیوند به اعضای نشست شانگهای چی است؟ چقدر میتونه نقش بارز بازی بکنه در مسئله قضیه جنگ افغانستان؟ با این که خود نشست شانگهای یک نشست اقتصادی است، همکاری های اقتصادی است، اما سالهای اخیر میبینید که بیشتر مسائل امنیتی در آجندای اصلیش بوده. بی باور هستین که این کشورها بتونه که به معنای واقعی بیان نقش موثر بازی بکنن در مسئله برقراری صلح در افغانستان و یا هم مبارزه با دشت افغانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ادب خدمت شما مهمانان عزیز در بس و بینندگان عزیز تلویزیون. همونطور که بعد بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت استراتژی مخالف ایالات متحده آمریکا و یا در کل ناتو بگویم فرو پاشیده بود، به تعقیب از ضرورت به این بود که یک مجمع دیگه زیر هر نامی که باشه لااقل با هر برنامه‌ای که باشه جمع شوند. محور اصلی شانگهای هم بر چین و روسیه استوار است، به تعقیب از کشورهای دیگر در پهلوی خود گرفتن. از اون سالی که به وجود آمد سال 1996 تا قبل از او هم یک سلسله طرح‌ها و فعالیت‌های در راستا وجود داشت که ابتدا کم و بیش بوی نظامی میداد، اما رفته رفته چون از این دریچه مسیر فعالیت باز نبود و همبستگی و نظر اقتصادی هم جایگاه خوب روسیه نداشت، به این لحاظ بعد از مدت زمان به شکل یک فعالیت اقتصادی در محور روسیه و چین این شروع به فعالیت کرد که از پنج مملکت و بالاخره تا به امروز با این سرحدات ممالکه که در اختلاف استراتژی ناتو در حقیقت فعالیت دارن اینا جمع شدن دارن که به اواخر میبینیم که افغانستان هم به حیث ناظر در اونجا وجود داره که تا به حال عضو وضو نشده. اما در بحث خود قضیه افغانستان استراتژی از اینا وجود داره، منافعشان در بحث صلح افغانستان من میبینم. اگر افغانستان به صلح برسه این صلح افغانستان برای چینایی ها هم در حقیقت نفع داره، برای روس ها هم در حقیقت نفع داره، برای کشورهای شمالی ما تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان هر کدام از اینا نفع داره، حتی ایران میتونه نفع خود داشته باشه. طبیعی که هر کدام از این کشورهایی که در قضای افغانستان دخالت میکنن ابتدا ببخشید بحث منافع خود در اولویت کار قرار میدن. ایالات متحده آمریکا هم امروز که بحث قضیه سولر مطرح میکنه در حقیقت از جبر زمان است که به وادار شده. یعنی چرا ایالات متحده آمریکا 10 سال پیش در حقیقت سولر مطرح نمیکرد؟ حتی تا زمانی که طالبا در او حالتی که خیلی تضعیف شده بودن، در زمانی که از بین میخواستن برن،
با فشار اندک ممکن بود که طالبان از بین برن. بعد از اون میبینیم که طالبان هم درخواست صلح دارن. چرا در اون وقت بعض میز مذاکرات صلح افغانستان در حقیقت برملا نشد، آشکار نشد که در اون وقت ما کار میکردیم، چه زودتر ما به صلح هم میرسیدیم. اما امروز بحث قضیه صلح که مطرح میشه از جانب ایالات متحده آمریکا، در این صلح در حقیقت نفع ایالات متحده آمریکا نهفته است که مبادا پس فردای جایگاه افغانستان برش به اتحاد شمالی شوروی قبلی که افغانستان برش تبدیل شده بود به او تبدیل شد. از این جهت کشورهایی که در پیمان شانگهای عضویت دارن در قضیه صلح افغانستان رول عمده‌ای رو میتونن بازی بکنن. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای رنجبر، دید شما چی است با توجه به این که کشورهای عضو شانگهای کلانترین منافع اقتصادی را در قضیه افغانستان دارند و نقش مثلا خواستهای چین، خواستهای مشخص چین از اقتصاد افغانستان، کشورهای دیگر و مجموعه تهدیدات امنیتی هم از عضو افغانستان به این کشورها روبرو هست، باور شما به این است که این کشورها به شکل بسیار واضح بیاین روی مسائل تهدیداتی که در افغانستان مطرح است روی ازو کار بکنن و برای حل برازو بکشن؟ به نام خداوند بزرگ و تقدیم احترام به شما و مهمانان محترم و تماشاگران تلویزیون شما، یقین هست که ما در یک منطقه واقع هستیم که تمام کشورهای شانگهای ما رو احاطه کرده. همین چند کشوری که تا به حال عضو هستن، جمع 8 کشور، همین کشورهای دور پیش ما هستن. اولا که کشورهای همین سازمان شانگهای به وجود آمد در سال 1996، هدف اصلی از این تامین امنیت، مخصوصا امنیت در سرحدات از اینا و یک صلح و آرامش در منطقه بود، منطقه خود از اینا. بیشتر کشورهایی که با چین همسایه بودن مثل قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و اینا، پرابلم های سرحدی داشتن، برای حل پرابلم های سرحدی خود. یعنی هدف اصلی از اینا مسئله امنیت بود، مسئله از بین بردن مناقشات و گپای دیگه سرحدی بود. ولی آهسته بعد از اونا دیدن که اینا میتونن اهداف بزرگتر را، بهتر را در مقابل خود قرار بدن و مسائل اقتصادی را گذار کردن. مخصوصا بعد از اینکه در اول 5 کشور بودن، به مخاطر به نام شانگهای 5 یاد میشد. بعد از اینکه سال 2001 ازبکستان هم شامل شد، اینا نام خود سازمان همکاری های شانگهای ماندن و مسائل اقتصادی و اینا هم ترک کردن در کشور خود. امروز در رأس کارهای از اینا انمی دو موضوعی که مستقیما با افغانستان ارتباط میگیره قرار داره: مسائل امنیت، صلح، آرامش در منطقه و مسائل پروگرام‌های اقتصادی، مخصوصا پروگرام‌های اقتصادی منطقوی که همه از اینا دو شریک باشن. اردوش با هم دیگه بسیار ارتباط نزدیک دارن. در هر دوش افغانستان نقش محوری را بازی میکنه. از یک طرف اگر حرکات تروریستی و اخلالگرانی از نگاه امنیتی در این منطقه رشد میکنه، منبع اصلیش افغانستان خود باشه. سری صحبت نمیکنیم که چرا اوتار است، ولی حال امتو شده که کشور ما به یک آشیانه یا به اصطلاح یک تختی خیز گروه های تروریستی و بنیادگرا و افراطی تبدیل شده. و از طرف دیگه برای تطبیق پلان های منطقوی افغانستان، چون همیشه ما گفتیم که حیثیت یک چهارراه را داره که اینا را همیشه با هم دیگه وصل میکنه، اگر افغانستان دی پروگرام ها شامل نباشه و به ایسی یک کشور آرام و دارای یک فضای باثبات شامل نباشه، او پروگرام های اقتصادی منطقوی نمیتونه به درستی تطبیق شد. ما منافع متقابل داریم با هم دیگه. از اون خاطر این کشورها بسیار علاقمند هستند که در افغانستان صلح و ثبات پایدار باشه. اجتماع بسیار بزرگ این بود، اما چرا نمیتونن نقش مثبت بازی بکنن؟ یعنی تا کنون چرا نتونستن که نقش موثر بازی بکنن و بیشتر حرکت ها تنها در گروه ایالات متحده آمریکا باقی مونده؟ اجتماع بزرگ دایی بود که در اول اینا را کس راه نداد. آمریکا بسیار با مشکل چین را داد در بعض مسائل. دیگه خودش و پاکستان میخواستن کل مسائل برای خود داشته باشن. هر رقمی که خودشان میخواین منافعشان ایجاب میکنه، اما طرف
ساختن مسائل. ولی بعد دیدن که چه مسائل دیگه است، روسیه اگر راه داده نشه خودش خود داخل میکنه. روسیه را ما راه ندادیم، او شروع کرد از طریق طالبان وارد شدن، مناسبات با طالبان چی کرد، دعوت از اونا را شروع کرد، کمک با اونا را شروع کرد. بعد از او فهمیدن که اگر اینا را ما از دروازه نما نمیازده کلکین میاد و کشور دیگه همون اونطور کسایی که نزدیک به روسیه بودن اونا از اون طرف و ایران هم نشان داد که ما هستم در این منطقه. ایران علاقه بسیار زیاد داشت و خاص برای تأمین منافع خود وقتی که دیگه راهش ندادن با طالبان نزدیک شد، متهم هم شد بسیار سلام میده یا کمک های مالی میکنه، مسئله که میکنه. به اون نسبت ما همیشه از این دفاع کردیم که باید مسئله افغانستان با کمک تمام کشورهای منطقه افزار. همه اشان باید بفهمن که در این حل موضوع اونا شریک هستن و نفع از اونا در اینجا نهفته هست. اگر اینا را کنار میزنیم، اینا میترسن از این که در غیاب از اینا ما ضد منافع از اینا حرکات انجام ندیم. حال دیگه اونه چین با امریکا یک جا فعال است، روسیه خودش خود فعال ساخته. اگر در صحبتی که شما شروع کردین و گفتین که چیزی که دکتر صاحب عبدالله در تاشکند گفته که یک استراتژی منطقوی شده، این طرح بسیار معقول و خوب هست. هر کدام از اینا میخواین که نقش بازی بکنن، ولی اگر اینا یک استراتژی منظم مشترک داشته باشن تدوین شده و مطابق از او عمل بکنن، برای صلح، برای تأمین این پروسه، برای تطبیق درستش کمک بسیار بزرگ خواهد شد. آقای سالنگی، چیزی که بر کارکرد حکومت افغانستان بهش همیشه انتقاد وارد است، بحث پراگندگی در برنامه هاشون است. حکومت افغانستان چیزی که پیشتر شما هم اشاره کردین که توانایی زیر نداره تا اجماع منطقی را شکل بده، اجماع داخلی را هم شکل دادن نتونسته. با این باور هستین که واقعا چیزی که به دست آمده، مثلا آمادگی کشورهای منطقه به خاطر همکاری با مسئله صلح افغانستان به هر دلیلی که است، یا دلایل اقتصادی داره و یا هم دلایل امنیتی، این در نتیجه اختلافاتی که در داخل افغانستان وجود داره و ابهاماتی که در سیاست‌های افغانستان، در سیاست داخلی افغانستان موجود است، این به هدر نره و بیشتر فرصت‌ها از دست نره. ببینید، من به یک چیز خیلی معتقد نیستم که بین افغانستان و کشورهای اعضای شانگهای یک به اصطلاح منفعت اقتصادی مشترک وجود داشته باشه. به دلیل اینکه شما اگر قضیه راه ابریشم را تعقیب بکنید، ما دو تا راه ابریشم داریم، یک راه ابریشم آمریکایی، یک راه ابریشم چینی. روس‌ها هیچ وقت دوست ندارن که منابع انرژی آسیای مرکزی به طرف جنوب سرازیر شود، بالاخره از انحصار از او خارج میشه و این ضعف استراتژیک روسیه در منطقه می باشه. چینایی‌ها هم دوست ندارن که منابع انرژی منطقه به جنوب سرازیر شود، که از اون منابع محروم شوند، چون از راه دریا اگر یک وقتی در تنگنا قرار گرفتن بس خشکه برشان باز باشه. از این خاطر ما دو تا سیاست متضاد موازی اقتصادی در منطقه داریم. آمریکا تلاش دارن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به طرف جنوب وصل بکنن، روسیه و چین تلاش داره که این تلاش آمریکا را خنثا بسازن در راه ابریشم شرق و غرب. خب این خودش طبیعتاً تاثیر داره بر دیگه موارد، بر دیگه موضوعی‌های از اینا که تا آخر ما شما میتونیم رو تعقیب بکنیم. ولی چیزی که حداقل ما میتونیم در خصوص دولت افغانستان بگوییم است که چطور چه کار کنه که این مسائل از فضایی که به میان آمده که علی ظاهر همگی دوست دارن که صلح صورت بگیره، حتی صلاحیت برای آمریکایی‌ها به رسمیت شناختن که آمریکایی‌ها میتونن حتی در پشت درهای بسته با طالبان مذاکره بکنن. وقتی که ما موجگیری روس‌ها را در قضیه صلح قطر دیدیم و موجگیری چینایی‌ها را دیدیم که سایر کشورهای منطقه که اصلا مشکل ندارن، خب یعنی به نوعی یک سکوت توأم با رضایت در زمینه وجود داشت و ای از ناگزیری اونا، از نه از ناگزیری آمریکایی ها. آمریکایی ها در افغانستان صاحب صلاحیت تام هستند، هیچ کسی برشون نمیتونه بگه که شما این کارو بکنید کار نکنید. بارها شانگهای اعلامیه صادر کرد که آمریکایی ها در خصوص افغانستان استراتژی های گنگ را، استراتژی های ناکام را روی دست گرفته و ای موجب فربشانه جنگ در افغانستان و حضور گروه های تروریستی تا مثل داعش شده. ولی امریکایی ها هیچ کس نگفت که این کار شما بعد از بعد چرا کردین، و امریکایی ها بگن که ما اشتباه کردیم کار نکردیم. ببینید، من باز خدمت شما عرض می‌کنم که اگر ما قرار باشه که بیایم، ببینید چیزی که آقای دکتر عبدالله گفته به نظر من یک درخواست تشریفاتی است، یک درخواستی که جنبه عملی داشته باشه. ما نمیتونیم منافع امریکایی ها را، یکی آمریکایی ها با چینی ها با روسا کنار مشکل نیست. یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره ادامه صحبت های شما، ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه.
با ادامه برنامه خوش آمدید. ادامه صحبت هایتون خواهید داشت. عرض می‌کردم که ما نمیتونیم اگر خود آمریکایی ها با روسا و با چینایی ها اگر ما چیزی را که منافع ملی از اینا ایجاب میکنه که کار خودشان انجام بتن کنار بگذاریم و بگیم که در یک حالت آرمانی نا بگن که وضعیت افغانستان خوب شوه، یکی ما چیزی بعد از آوردیم بعد از آوردیم، خب یک وضعیت آرمانی است که در او وضعیت در او حالت ما میتونیم بگیم که خب همکاری منطقه اجماع منطقه راهکار منطقه برنامه منطقه برای صلح افغانستان موثر است. خب این چیزی است که در عمل خیلی تطبیقش مشکل است با چیزی که ما از طرف ها از نیاتشان از عملکردشان از راهکارشان از استراتژی هایشان از موضوع از ابزارهایشان میبینیم خیلی دور است این مساله. او چیزی که قرین به واقعیت است در قضیه افغانستان است که آمریکایی ها تلاش کردند و در این تلاش موفق بودند که در یک به اصطلاح همسویی ایجاد بکنند در خصوصی که هر معامله را که با طالب کردند دیگرها را قبول بکنند. وقتی چنین کاری شد دولت افغانستان باید از این فضا استفاده بکنه و در کنار اینمی جو ایجاد شود تا اصول در افغانستان برقرار شود. یعنی طالب به عنوان بزرگترین طرف، ببینید ما که پیشتر خدمت شما عرض کردم طالب امروز با واسطه مرکزی تهدید نیست. حتی طالب ها وقتی که قندوز را گرفتن اولین اعلامیشون این بود که ما وقتی در مرز یک کشور همسایه افغانستان قرار گرفتیم هیچ تهدیدی از ما متوجه از اونها نیست. طالب ها امروزه عملا با تمام گروه های اسلامگرا یا واسطه مرکزی عملا ارتباطشان قطع کردن. شما هیچ توانی بین از اینا امروز نمیبینین. حتی مسئله القاعده هم چنین چیزی شده و یکی از تعهدات طالبا در مذاکراتشون با آمریکا است که ما با گروه های تروریستی کار نداریم. ببینید وقتی که چنین کاری صورت بگیره، خب طالب حل قضیه طالب بر کشورهای منطقه سودآور است، به دلیل از اینکه افغانستان آرام میشه. صرفا از لحاظ امنیتی وقتی که افغانستان آرام شد زمینه حضور گروه های تروریستی فرامرزی را که نیات در او کشورها دارن در افغانستان کم رنگ میشه، چون وقتی که طالب جغرافیا را از اختیار دولت بیرون بکنه طبیعتا گروه های دیگر هم در اینجا حضور پیدا میکنن نفوذ پیدا میکنن و فعالیت میکنن. هرچند این فعالیتشون خونساز، شما در آسیای مرکزی هیچ عملکرد منفی گروه های مثلا مثل جنبش اسلامی ازبکستان که قدرتمندترین نشانه است نمیبینید، با کشتن رهبرانشون که آمریکا اونها را از بین برد. از این جهت مسئله امنیتی برای کشورها هست، ولی در حل مسئله امنیتی خلاف بود. شما صحبتاتون گفتین که مسئله منافع اقتصادی اعضای شانگهای خیلی در افغانستان نهفتند. یکی از نمونهاش مثلا بحث تاپی است. ببینید سرسخت‌ترین مخالف تاپی روسا و چینایی هستند. روسا در حالی که کشورهای دیگر عضو شانگهای و کشورهای ناظر و یا هم کشورهای عضو شانگهای دیگر دخیل هستند در این قضیه. ما بین منافع روسیه، بین استراتژی روسیه و چین و استراتژی کشورهای مثلا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان باید تفاوت قائل شویم. چینایی‌ها و روس‌ها فشار وارد می‌کنند بر کشورهای آسیای مرکزی که باید در راستای استراتژی از اونها گام بردارن. امروزه در قالب شانگهای یا در پلتفرم به نام شانگهای یک همگرایی امنیتی، او هم امنیتی مقابله جویانه علیه هژمونی آمریکا در سطح جهانی و حضورش در سطح منطقه‌ای ایجاد شده. یعنی چینایی‌ها و روس‌ها در شانگهای یک هدف دنبال می‌کنند که باید حضور آمریکا را در قلب آسیا کمرنگ بسازند. خب زمانی که پروژه‌های شمال به جنوب هر چه بیشتر تطبیق شود مورد حمایت آمریکا باشه، خب طبیعتاً اونها ضرر می‌کنند. از او خاطر اینا برای کشورها امکان داره که یا فشار وارد بکنند یا اونها را تطمیع بکنند که مبادا در پروژه‌های سهم بگیرند، که البته پروژه برق اینا خیلی مهم نیست، ولی وقتی که شما مسیر تغییر میتین راه ابریشم شمال و جنوب میسازین طبیعتا نقش او کشورها کم رنگ میشه. در حالی که شما اگر پروژه آمریکایی را بخونین که فعلا در دانشگاه آمریکا مورد مثلا تحقیق قرار میگیره که راه عملیش و تو سرمایه‌گذاریش هم امروز فعلا یک کسی به نام رابرت کاکس عملا کار میکنه، یک دانشمند در این خصوص از طرف وزارت دفاع آمریکا پروژه ها داره که راه ابریشم شمال و جنوب بالاش کار بکنن که افغانستان محوری. خب این چیزی است که به اصطلاح نقش و حضور چین و روسیه را دور میزنه در منطقه توسط آمریکا. از این جهت اینا نمیتونن در مسائل اقتصادی همگرا باشن که باز این بتونه به اصطلاح یک اجماع را برای منطقه ایجاد بکنه، چون آمریکا به نظر اون یک مزاحم است و امروزه آمریکا یک مزاحم یک شر مثلا قابل پذیرش است، چون قضیه به حد مشکل است که اگر آمریکا پایش از قضیه خطا بخوره دامنگیر ایران میشه. سپاسگزارم آقای یوسفی. چیزی را که آقای سولانگی اشاره کرد در پیوند به منافع اقتصادی اعضای کشورهای شانگهای و بحث مانع بودن آمریکا و بیشتر تقابل آمریکا و چین و روسیه را اشاره کردن، در بحث تقابل چین و روسیه و آمریکا شک وجود نداره، اما در مسئله گره خوردن منافع کلان اقتصادی کشورهای عضو شانگهای بر با افغانستان شما به بار هستین که منافع اقتصادی بیشتر کشور وادار به این خواد ساخت تا از سیاست های خصمانه خود و یا هم سیاست های ضد نقیض خود دست بردارن و بیان به طرف همکاری های مشترک. ببینین بیشتر از موقف افغانستان وقتی که بحث ما
دنبال بکنیم بیشتر از قضای اقتصادی بیشتر موقعیت سیاسی و جغرافیایی خود افغانستان با ارزش است. شما اگر از جانب استراتژی آمریکا منطقه را مطالعه بکنیم، یگانه کشوری که با ایالات متحده آمریکا و غرب در حقیقت همسو است فعلا افغانستان است با تمام معنا، یعنی گوش به فرمان است ساده‌تر بگوییم. هند سیاست و استراتژی قوی داره، استقلالیت هم داره. این طرف ایران می‌بینیم در مخالفت با او قرار داره. کشورهای شمالی همگی در حقیقت عضو استراتژی روسیه هستند. چین خودش از خود استراتژی قوی داره. پاکستان استراتژی متزلزل داره. گاهی وقت می‌بینیم شعارهای سر میده که آمریکا را هم نگران می‌کنه. حتی بحث تحریم‌ها را گاهی وقت ایالات متحده آمریکا بحث می‌کنه در رابطه به پاکستان. خب در منطقه کشورهایی هم که جنگ جریان داره مثل سوریه و عراق، اونم خب وضعیتش واضح و آشکار است. پس در این منطقه کدام کشور مانده که همسوی تمام عیار با ایالات متحده آمریکا است؟ نه افغانستان است. جایگاه افغانستان از نظر ژئو استراتژیک یا ژئوپلیتیک واقعا جایگاه خیلی عالی است برای استراتژی ایالات متحده آمریکا از یک جهت، و از طرف دیگه روسا هم نمیخوان در اینجا مثلا ایالات متحده آمریکا جایگزین شوند. چرا؟ جایگزین شدن ایالات متحده آمریکا در اینجا در حقیقت خطر است برای خود روسیه. از این جهت در حقیقت سعی دارن که اون اختلافاتی که مثلا بین روسیه و بین چین که در نزد روسیه تازه نزد روسا به وجود اومده که موجودیت آمریکا در اینجا به خطر شده. نه، این از گذشته هست، اما روسا ناگزیر هلا دادن منطقه را، خوش به رضا از افغانستان بیرون نشدن که. اونا در حقیقت سعی کردن استراتژی خود در اینجا تطبیق کنن، اما در تطبیق استراتژی خود در افغانستان روسا ناکام ماندن. یعنی به باور هستن که روسا و کشورهای مثل چین یا به خاطر مقابله با آمریکا بیاین در افغانستان تقابل بکنن و یا هم روی برنامه مشترک با افغانستان کار نکنن و بیشتر از این جغرافیا استفاده نکنن؟ ببینیم به شکل آشکارا شاید دیر نگوین، اما در زیر پرده واقعا این معلوم میشه. اختلافات بین روسیه و چین وجود داره، اما در قضیه افغانستان که میبینیم پهلوی همدیگر، حتی سفرهای طالبان میبینیم متعاقبا روسیه چین صورت میگیره. چرا صورت میگیره؟ یعنی تقریبا در قضیه افغانستان تا حدود میتونیم بر محور استراتژی مشترک اینا تاکید خود داره. بحث قضیه صلح که امروز از جانب ایالات متحده آمریکا مطرح میشه، این صلح خاص ایالات متحده آمریکا که نبود در حقیقت، امروز از جانب طالبان در حقیقت فشاری که وارد شده به حمایت از روسیه، این میز مذاکره صلح باز شده. ما بی باور نیستم که مذاکرات صلح توقف شده، متوقف شده. نه، مذاکرات صلح جریان داره، اما با اون نام جریان نداره. همین مذاکراتی که امروز از یک کشور به کشور دیگه طالب حرکت میکنن و میرن مجالس مختلف را انجام میدن، دوام همون مجالسات است که در حقیقت به این تفاهم برسن. اما این کشورهای دیگه مثل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و همسال و می کشورهای دیگه، اینا در حقیقت مینیسه سیاهی لشکر و یا سنگینی خود کتله در محور استراتژی روس و چین میتونن در منطقه اثرگذاری خود داشته باشن. در قضای خرد و کوچه بحث قضای اقتصادی هم مطرح است، نمیتونیم بگیم که قضای اقتصادی مطرح نیست. افغانستان یک کشور بکرست، معادن از این دست ناخورده است، میتونه از معادن از این هر کشوری که استراتژیش به تمام معنا در اینجا تطبیق شوه از معادن از این نفع واقعا خیلی بالایی رو ببره. شما هر کدام از معادن افغانستان وقت مورد بررسی قرار میدین با یکی از کشورهای بزرگی که در سطح جهان در حقیقت از اقتصاد بالایی برخوردار است، یا اون معدن بزرگ است یا نمونه است یا معدن ناب است، با او برابری میکنه. مسش ببینیم، از او جهت آهنش ببینیم، از او جهت طلایش ببینیم، از او جهت یورانیومش ببینیم، از او جهت هر کدام از این معادن که شما مورد بررسی قرار میدیم یک ذخیره‌گاه بزرگ اقتصادی است در داخل افغانستان. و هر کشوری که استراتژیش در اینجا تطبیق شوه و این افغانستان بر محور استراتژیش در حقیقت بچرخه یا همسویی با او داشته باشه، بدون قید شرط نفع بیشتر اقتصادی را در حقیقت او قطب خواهد برد. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفی کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای رنجبر، چیزی را که آقای سالنگی و آقای یوسفی اشاره کرد در پیوند به منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو شانگهای در افغانستان و تقابلش با آمریکا، با توجه به این نیاز مبرم کشورهای عضو شانگهای به انرژی، بحث تجارت و
مسیرش هم همون نزدیکترین و ارزانترین مسیر هم مسیر افغانستان و مجموعه رقابت‌های دیگری که وجود داره. چیزی را که بیشتر شما هم اشاره کردین، به این باور هستین که بیشتر منافع اقتصادی بیشتر غلبه بکنه بر اهداف سیاسی و یا هم اهداف سیاسی و نظامی بیشتر منافع اقتصادی را زیر سوال خواهد برد اینجا؟ مطلب سریزی نیست یا ما سریزی صحبت نکردیم که چی بالای چی غلبه میکنه، اهداف سیاسی بالای مسائل اقتصادی یا نیازهای اقتصادی بالای. ما گفتم در صحبت خود والم سرزوی سالسون که منافع ما هم از نگاه امنیتی و سیاسی، هم از نگاه اقتصادی با منافع دیگه کشورهای از منطقه که تقریبا اغلبشان عضو سازمان شانگهای هستند هماهنگی کامل داره. این که میگن که ما فرق دار از ما یا در مقابل همدیگه منافع از اونها قرار داره، به خاطر از اینکه امریکا نمیخواه که منابع ما به طرف شمال سرازیر شود و اونا نمیخواه که جریان به طرف جنوب به وجود بیاید، از او خاطر منافع ما با هم سازگار نیست. اوتر نیست. این تضاد بین امریکا و بین از اوناست. این تضاد یا مخالفت بین منافع امریکا و منافع از کشورهای منطقه است، نه از ما. ما منافع ما ایست تا جایی که امریکا ما را کمک کرده میتانه و میتانیم از او بهره بگیریم، نفع ما از او است که بهره بگیریم، و تا جایی که ما میتانیم با کشورهای منطقه در پلانهای مشترک اشتراک بکنیم در مسائل دیگه و نفع اقتصادی خود داشته باشیم. ما بازم تکرار میکنیم، برای از این کشورهای منطقه ما یک هیچی حیثیت یک مرکز داریم، اونا اثر ما خیز زده نمیتانن، مجبور هستن اثر ما تیر شوند. شمال با جنوب آسیا ما وصل میکنیم، شرق شمال غرب ما وصل میکنیم و اینمی کشورهای شانگهای در اطراف ما قرار دارن. روسیه است، چین است، کشورهای آسیای میانه است، از این طرف پاکستان است که همسایه ماست، ایران هم ناظر است، به زودی ممکن وامز شانگهای شود. ما در احاطه کشورهای شانگهای قرار داریم چهار طرف ما و اینا اگر پلانهای منطقوی مشترک عمل میکنن به ما ضرورت دارن و ما برای پیشرفت خود، بر رشد سریع اقتصادی خود با اونا ضرورت داریم. اما اینو هم فراموش نکنید که ما از این نفوذ غرب از چون بیشتر بله، همه ادعای دوستا هم همین بود که ما زیر فرمان امریکا هستیم. یک ما نمیتونیم زیر فرمان یک کشور بیگانه هستیم، این موضوع جدا است. یک نفع ما در کجا هست، این موضوع جدا است. منافع ما با منافع از اونا سازگار هست. این نمیتونه امریکا سر از یک خط بطلان بکشه. من جزی از این منطقه هستم. امریکا از ما هزاران کیلومتر فاصله داره. ما همیشه گفتیم امریکا میخواهد دو جو حضور خود حفظ بکنه. حضور نظامی خود میتونه حفظ کنه، حضور سیاسی خود میتونه حفظ بکنه، ولی حضور اقتصادی برای زمین بسیار مشکل است. نه ما میتونم برای جای متحد خوب اقتصادی باشم، نه پاکستان میخواه. به اون نسبت امریکا تلاش بسیار زیاد داره که هند با خود داشته باشه. ما گفتیم که امریکا یکی از اهداف بزرگش است که میار سه مملکت افغانستان، پاکستان و هندوستان متحد امریکا باشند و اینا بتونن یک کلکتیو را بسازن، یک محور مشترک را بسازن که در مبارزات آینده اقتصادی که در پیش رو هست، در نبرد بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه در پیش روی هست، اینا متحدن بتونن در برابر چین و روسیه و هند عمل بکنن. باشن اگر هند امریکای طرف بگیره در برابر چین و روسیه عمل بکنن، دو وقت امریکا از طریق ما با اتحاد ما میتونه حضور اقتصادی خود منطقه داشته باشه. اگر هند با نفوذ بسیار زیاد خود، با امکانات اقتصادی خود، با اقتصاد پیشرفته امریکا متحد شود، در این منطقه میتونه یک نیروی بزرگ در مقابله با چین و روسیه تشکیل بده. در غیر صورت در اینجا امریکا نمیتونه حضور اقتصادی داشته باشه، نمیتونه فاصله دور معادن ما را دیجا که امریکا میخواه ببره در کشور خود سر از او کار بکنه باشه، بسیار قیمت تمام میشه. چین در پالوی ماست، این معادن که دوستا گفتن که بسیار معادن با ارزش است، این یک منبع پیشرفت هر کشور است که میخواه به مدارج عالی برسه. امروز چین در دویش است، سرعت رشد اقتصادیش بیشترین است در دنیا، بعد از این هند سرعت بسیار قوی اقتصادی داره. اینا با منابع مواد خام، با منابع انرژی بسیار ضرورت کلان دارن. اینا وقتی که ما در پالویش باشون و از ما بگیره برزی بسیار ارزان تمام میشه، از اینجا میبرده تغییر شکل میتشه، پس مواد پخته ارزش میکنه. ولی امریکا اگر به از اینجا میخواه ببرد امریکایی در برزی بسیار قیمت تمام میشه.
ما نمیتونیم منبع مواد خام برای امریکا باشیم، منبع مفید باشیم. یکان چیز بسیار قیمتی ما را مثل یورانیم یا امثال از اون اگر ببره بر از اون ممکن اقتصادی تمام شود، ولی معدن آجیگه کسی برده نمیتونه تا اونجا ره یا مثل عینک منه بزن بسیار قیمت تمام میشه. مگر اگر یه هند بگیره با کمک امریکا که امریکا که تشریک باشد اینجا از اینجا ببره ده هندی ره پروسس بکنه و با اون امکانات عجیبه که هند داره، اینا میتونه به قدرت خوب اقتصادی. من باز تکرار میکنم که منطقه ما منطقه آینده جهان است. تشکر. دیگه ببخشید من یک نقطه رو بخوام عرض بکنم. من چندین دفعه تکرار کردم، باز تکرار میکنم. غول‌های بزرگ اقتصادی آینده از یه سر خود بالا میکنن. چین است که دویده میره، هند است که دویده میره، روس است پشتش میره. کشورهای دیگه آسیا هم بسیار قوی هستند مثل ژاپن و اینا، خود از منطقه ما دور هستند. اینمیا حریفای بزرگ امریکا در آینده هستند. اگر امریکا میخواد با اینا مقابله بکنه در این منطقه باید حضور خود با هند و ما حفظ بکنه. ما باز همون که پیال خود تکرار میکنم، ما نه نوکر امریکا هستیم، ولا وزیر فرمانش هستیم، نه نوکر روس هستیم. ما منافع خود باید حفظ بکنیم، ببینیم با کی یک جا شدیم، با کی ما ابو سیاست متعادل خود باید حفظ بکنیم، دوست امریکا هم باشیم، دوست کشورهای دیگه منطقه هم باشیم و نفع خود تامین بکنیم. ما نباید در مقابله بین از اینا منافع خود از دست بدیم. آقای استالنگی، بدور از مسائل منافع اقتصادی، با توجه به اینکه افغانستان حالا حوزه نفوذ غرب است، بحث نقش آمریکا در افغانستان خیلی پررنگ است، شعارهایی را که کشورهای عضو شانگهای در پیوند به همکاری با افغانستان سر میتن، این دقیقا به خاطر تهدیدات امنیتی است که متوجه خود از این کشورها است در مسئله امنیتی، و یا هم شعارهای هم فریبانه است که میخوان که نقش آمریکا را بیشتر به چالش بکشانند در افغانستان؟ خب هر دوتایش تا حدودی میتونه قابل چی باشه، بررسی باشه. اولی که افغانستان اگر یک جای ناامن باشه، طبیعتا این ناامنی سرایت میکنه بر همسایگان. هرچند این ناامنی امروز خونسا شده توسط عملکرد طالبا و اطمینان یک طالبا به کشورها داده. حالا طالبا در میز ازبکا رفتن، چشتن، قرار خواندنم گوش کردن، نانم خوردن، دیگه مشکلی بینشون وجود نداشت. ولی بحث بنای تبلیغاتی علیه آمریکا هم خیلی پررنگ است. روزها تلاش میکنن از پلتفرم شانگهای به عنوان یک سکو استفاده بکنن و همیشه آمریکا را مورد انتقاد قرار بدن که در استراتژی خود ناکام بوده و به اصطلاح تقریبا انگیزه که این ناکامی را عمدی جلوه بدن. روس‌ها تلاش دارند که بگن آمریکایی‌ها در افغانستان عمدن ناکام بودند، دولت نساختند. دولتی که در افغانستان فعلا ساخته شده یک دولت تقریبا ضعیفی است، یک دولت فیلد است به اصطلاح انگلیسیش که ناکامی است که نمیتونه بدون حمایت بیرونی مثلا خودش دوام بده، خودش به اصطلاح برقرار داشته باشه. حالا پیشتر استاد فرمودن ما درست است که آدم با همسایش اگر اختلاف داشته باشه در یک جای نمیتونه گذران بکنه. ما منافع ما با همسایگان گره خورده، ولی آمریکا را چیکار کنیم؟ آمریکا را از افغانستان بیرون کنیم، خب وضعیت ما چطور میشه؟ ما باید کاری بکنیم در حضور آمریکا چه میتونیم انجام بدیم، چون وضعیت ما فعلا همین چیز است که آمریکا در این جذب، ما با اونا آمریکا با اونا اختلاف داره. ببینید وقتی که ما با روسا ارتباط ما کم رنگ است، من خیلی یک دو تا مثال بزنم. وقتی که ما نمیتونیم روس ها چینایی ها را معدن مثل عینک لوگر برشان بتیم و با اشاره آمریکایی اوت کاپ پروژه تعطیل میشه، خب این چیز عملی است که ضررش برای ما هست دیگه. یعنی تقابل منافع چین و آمریکا باعث شده که ما مثل ما اونجا قرار دست نخورده بونه، یا مثلا تیل شمال ما دست نخورده باشه، ما مجبور شیم از روسیه مرکزی تیل وارد بکنیم. این اختلاف هست. وضعیت آرمانی ما درست است که آمریکا نباشه، گور پدرش ما بیم با همسایگان خود ارتباط اقتصادی داشته باشیم، اونا پیاز ما وارد کنن، ما کچالو وارد بکنیم، تیل اینا هم باشه در میان. ولی وقتی که وضعیت عملی را میبینیم واقعا خیلی مشکل است که بین از اینا جمع ایجاد بکنیم. از این خاطر این کشورها وقتی که کشورهای روسیه مرکزی همسایه افغانستان دوست دارن که مسیر شمال و جنوب فعال باشه، که با آمریکا نزدیک باشن، چون آمریکا یک کشور کاملا ایدئالی است که هر کسی با او بوده در رفاه بوده. حالا ما می‌بینیم کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا را، مثلا ژاپن و کره را، کشورهای حوزه خاورمیانه را، کشورهای حوزه مثلا در خاورمیانه اردن یک کشور راحت و آرامی است چون با آمریکا است، ولی سوریه که نیست، اون در بدر شده، پارچه پارچه شده. در خلیج فارس می‌بینیم کشورهای کوچک ذره‌ای در رفاه و آسایش کامل بسر می‌بینن چون با آمریکا هستن، همونطور کشورهای دیگه در اروپا و در جای دیگه هستن. اینا هم دوست دارن با این قدرت بپیوندن، ولی اجازه ندارن.
در عمل وقتی میبینن که واکنش منفی روس‌ها را که امکان داره حتی به فروپاشی دولت‌هاشون منجر شوه میبینن، از او خاطر از کنار آمریکا خیلی بسادگی رد میشن، خیلی دوست نشان نمیدن که با آمریکا نزدیکن. صرفا ازبکستان بعضی کارها انجام میده که بو هم خیلی با احتیاط. از این جهت این میمونه قضیه به دست چین و روسیه. چین و روسیه از شانگهای همیشه به عنوان یک به اصطلاح پلتفرم تبلیغاتی علیه آمریکا استفاده کرده. شما در تمام میلانشون یک گوجزه دینا آمریکا کردن، یک به اصطلاح یک تلنگر به آمریکا زدن که آمریکا در افغانستان ناکام بوده و این ناکامیش عمدی است، چون آمریکا اهداف امنیتی. ما با یک موافق هستم که آمریکا در افغانستان اهداف اقتصادی نداره. آن افغانستان اگر آمریکا بگه نفت و خرج لیم بشه، ولی آمریکا میخواد که در اقتصاد منطقه حضور داشته باشه. سپاس. گپ استاد وقتی پیوند ایجاد میکنه این پیوند دهنده آمریکا باشه، از لحاظ اقتصادی سیاسی منافع برای آمریکا است. سپاس گزارم. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به تهدیدات مشترک تروریسم به کشورهای منطقه، بحث منافع کلان اقتصادی مشترک اقتصادی بین کشورهای منطقه به شمول افغانستان، مسئله نقش آمریکا در افغانستان و به چالش کشاندن نقش کشورهای عضو شانگهای در افغانستان و وضعیت حاکم در منطقه، وضعیت حاکم در منطقه اکنون بیشتر به نفع افغانستان است و یا هم به ضررش؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمون میپرسم. آقای یوسفی بفرمایید. شما مسئله مهمی که در این قضیه است، اصلا بحث حکومتداری ضعیف خود افغانستان است. ما در افغانستان متاسفانه حکومتداری قوی نداریم. هر از گاهی که کسی برای که قدرت افغانستان تکیه میزنه، گزینه های برای ضعیف ساختن حکومت افغانستان وجود داره. بعض قضایای قومی، یک سلسله قضایای، بعض قضایای فکری که متاسفانه تشنجات را هم در حقیقت به وجود آورده از جهت دیگه است در منطقه. اینا سبب میشه که در حقیقت افغانستان یک جایگاه ضعیف داشته باشه. تا زمانی که دولت افغانستان مدیریت قوی از خود آشکار نسازه و به خرج نده در بحث امورات خود افغانستان، ما از ودی از این مشکلات به درد نمیاییم. مسئله دیگه که هست در اینجا، مکلفیت دولت خود افغانستان است که اطمینان برای کشورهای همسایه بده. امروز کشورهای همسایه طوری که دکتر تفرمودن نگرانی دارن از بابت قضای افغانستان. تا زمان کشورهای همسایه از بابت قضای افغانستان یا افغانستان آینده در حقیقت نگرانی از اینا برطرف نشه، اونا در قضای افغانستان موضعی مثبت نمیگیرن. وضعیت حاکم کنون در منطقه به نفع افغانستان و یا هم ضررش؟ در این شک نیست که ما در بحث مدیریت یک پدیده داریم که میگه که چالش را بیا به فرصت تبدیل کن. در این شک نیست که ما با چالش های متعدد مواجه هستیم. سپاس. اما کدام یکی از چالش ها رو ما میتونیم به فرصت تبدیل کنیم؟ این مکلفیت خود دولت افغانستان است. می قضیه را میجه مثلا جنگ بعد از اروپا، جنگ بعد از جنگ دوم جهانی، اروپا نفت زغال داره و فولاد داره. او رو به نام جنگ فولاد و زغال یاد میکنن. روی منافع زغال و فولاد در حقیقت تمرکز میکنن که اروپا به این جایگاه میرسه. در حقیقت روی تقسیم فولاد و زغال در حقیقت میان کشورها به هم با تفاهم میرسن، چون منبع انرژیکی است. اما در افغانستان دست ناخورده هستن تا به حال. این مکلفیت دولت خود افغانستان است که در این راستا بتونه. تشکر. آقای رنجبر خیلی کوتاه فرمایید شما. و قبلا گفتم به یقیده هستم که ما با منطقه بودن نفع بسیار بلند میبریم. ما چند توفیق خداوندی داریم که کلش طبیعی هست. آب ما، هوای ما، آفتاب ما، معادن زیر زمین ما، اینا همش توفیق خداوندی است. ما از اینا استفاده نهایی کرده میتونیم که ما موقعیت جغرافیایی ما که او هم برای ما یک ثروت کلان است، از او استفاده کلان بکنیم. این موقعیت ما گره میزنه کل کشورهای منطقه را با هم دیگه از طریق ما. و اگر ما اینمی نقش گره کننده تمام منطقه را بازی بکنیم، ثروت بزرگ ما از این با دست آورده میتونیم. ما باید یک چاره از اینا اثر از برق جازای ما تیر شود، خطری شازای ما تیر شود، فایبر نوری شازای ما، تمام مسائل دیگهشان که در آینده به وجود خواهد آمد از طریق ما، خطوط هوایی شازای ما ثروت های بزرگ از ما به موقعیت جغرافیایی خود در پلان های منطقه‌ای خواهد گرفتیم. ما با این منطقه هستیم و تمام منافع ما با هم شریک هست. امریکا دوست ماست، ما منافع خود را حفظ خواهد کردیم و هیچ به این معنا نیست که ما منافع خود قربان کسی دیگه بکنیم که
اونا تشکر. حرکاتش در اینجا یا سیاستش ضد منافع ما باشه. تشکر. آقای سالانگی شما هم کوتاه. ببینید وقتی ما از جف شما میگین اگر جفی باشه که امریکا یک پروسه صلح آغاز کردن و دیگرها یک سکوت تو هم با رضایت داشتنی به نفع ماست. بر میزان که امریکا موفق شوند که با طالبان کنار بیاین و جنگ در افغانستان و جنگ کلان که طالب علیه دولت و مردم افغانستان گشوده کم شود، طبیعتاً به نفع ماست. و اگر رضایت منطقه در ای باشه و ما کاری بکنیم که این رضایت بیشتر شود، طبیعتاً ما میتونیم سود اول دری بریم که دگ آرامش امنیتی به سر بریم. مسائل اقتصادی بعداً میشه که مثلا در فضای امن او انجام شود و او مشکل وجود نداره، ولی متغیر به نام امریکا را ما حتی در کوچکترین مسئله اقتصادی خود ما با کشورهای شمال باید در نظر بگیریم. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتون در برنامه بازنگاه امشب. با شما تشکر مندای عزیز که بحث با ما تاکنون دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.